چقدر سخته که کودکی در سنین طفولیت پدر خود را از دست بده و از شفقت و ترحم چنین مرد بزرگی در زندگی خود محروم بشه. تا حال شده به چنین وضعیت فکر کرده باشیم و به خاطر حل مشکل ایتام آستین همت برزده باشیم و عرق ریختانده باشیم و زحمت کشیده باشیم؟ چقدر در اطراف ما افراد نرمخویی وجود ندارن که چی حتی چنان قسی و قلب و سنگدلن که حقوق ایتام را هم تلف میکنن، اونا مورد آزار و اذیت خود قرار میدن و ظلم و ستم به ایتام روا میدارن. مگر اینا نشنیدن که خداوند متعال فرموده ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ در حقیقت کسانی که مال و ثروت و دارایی یتیمان میخورن، اونا آتش جهنم در بطن و شکم خو فرو میبرن و خداوند میگه به زودیه که اونها در آتش فروزان بیفتن. خداوند از خوردن مال یتیم که چی حتی از نزدیک شدن با مال یتیم هم ما مسلمان ها منع کرده. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. بعد به هیچ عنوان به احترامی به حقوق یتیم صورت نگیره از طرف ما مسلمان ها. ما چگونه با ایتام برخورد میکنه؟ رفتار ما آیا توأم با انس و الفت و صمیمیت با ایتام هست یا نه؟ باشه این سوال رو بپرسم، اگر ما جان خود را از دست بدیم و فرزند ما یتیم باشه، دوست داشتیم مردم با او چه قسم برخورد بکنن؟ آیا دوست داشتیم که مردم او مورد آزار و اذیت خود قرار بدن؟ آیا دوست داشتیم که مردم به او ظلم و ستم روا بدارن؟ آیا دوست داشتیم که مردم به مال و ثروت و دارایی از او دست درازی بکنن و حقوق از او تلف کنن؟ ما اگر دوست داریم که به فرزند ما بعد از مرگ ما بهترین رفتار و برخورد داشته باشن، باید همون رفتاری که انتظار داریم امروزه با ایتام داشته باشه. رفتار توأم با شفقت و ترحم و مهربانی. انسان و مسلمان باید در زندگی رفتار حکیمانه ای با ایتام داشته باشه، رفتاری که در حقیقت به هیچ وجه موجب ناراحتی و غمگینی یک پسر بچه یتیم نشه. ما گاهی وقتا فکر میکنیم تنها با کمک های مالی و اقتصادی میشه به ایتام کمک کرد، ولی اگر توانایی کمک مالی به اقتصادی نداریم، با کمک های معنوی میتونیم موجب شگوفه کردن گل لبخند بر لبان ایتام بشیم و شادی و لبخند در جایگزین حزن و اندوه و غم ایتام بکنیم. رفتار ما مسلمان ها با واقعیت که امروزه اون رفتار واقعی با ایتام نیه، این نوازش کردن و سر یتیم لمس کردن امروزه کمتر در جوامع اسلامی به چشم میخوره، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی که سر یتیم لمس بکنه به اندازه ار مویی که لمس کرده خداوند برای از او پاداش و اجر و ثواب عنایت میکنه. و حتی در جای دیگه وقتی یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و پرسید یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من یک شخص قسی القلب و سنگدلم، چگونه این قساوت قلب خود از بین ببرم و قلب من یک قلب نرمی بشه؟ بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سر یتیم لمس بکن و همیشه ایتام مورد نوازش و شفقت و ترحم خود قرار بده، این قسمه که قساوت قلبتو از بین میره. ما چه قسم رفتاری با ایتام داریم؟ بیاییم ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ایتام چه قسم برخورد میکردن.
در روز عید وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خانه به قصد رفتن به مسجد و به ادای نماز عید ترک میکردن، متوجه شدن چند پسر با هم بازی میکنن، اما در کنار از اینا پسر بچه وجود داره که گریه میکنه، اشک میریزه. پیامبر شاید به خود گفته باشن چرا پسر به این کودکی در چنین روز مبارکی که باید شاد باشه حزن و اندوه و غم سراپا وجود از این فرا گرفته. بعد گفتن ای پسر چرا گریه میکنی؟ ای پسر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نمیشناخت گفت ای مرد بیا که من دلیل حزن و اندوه و غم خود برای تو بگم. گفت پدر من در یکی از غزوات که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود جان خود را از دست داد. بعد مادر من هم ازدواج کرد، خانه و پول من را هم گرفت و همین شد که میبینی لباس ندارم، برهنه ام، غذای ندارم که بخورم، گرسنه ام. و این چنینه که حزن و اندوه مرا فرا گرفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اثنای شنیدن سخنان ای پسر و از این که وضعیت ای پسر را حس کردن که چقدر سخته، اشک ریخته، گریه کردن. بعد گفتن ای پسر آیا راضی میشی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم پدرتو باشد، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مادرتو، حضرت علی رضی الله تعالی عنه کاکای تو، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خواهر تو و حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما برادران تو باشند؟ بعد این پسر گفت بله ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چرا که من راضی نباشم؟ بعد پیامبر این کودک را نوازش داده بردن به خانه و بعد فاطمه رضی الله تعالی عنها بر این لباس پوشان و قضا داد تاثیر بشه. بعد وقتی که این پسر شاد و خندان بیرون شد و با دیگر پسر بچه ها شروع کرد و بازی کردن، این پسرهای دیگه از ایبو پرسیدن که تو چند لحظه پیش غمگین بودی ولی حال شاد و خندانی، میشه که دلیل از تو برای ما بگی؟ بعد این پسر گفت چند لحظه پیش لباس نداشتم و برهنه بودم ولی حال من لباس دارم. چند لحظه پیش من گرسنه بودم ولی حال سیرم. چند لحظه پیش پدر و مادر نداشتم ولی حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پدر و مادر منن. چند لحظه پیش برادر نداشتم، حالا حسن حسین رضی الله تعالی عنهما برادران منن و فاطمه رضی الله تعالی عنها خواهر من و حضرت علی هم کاکای منن. ای پسر بچه ها وقتی این رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این پسر بچه دیدن که چقدر توأم با انس و الفت و صمیمیت و مهربانی و شفقت و ترحمه، گفتن ای کاش پدران ما هم در غزوات جان خود را از دست می دادن تا ما هم یتیم می شدیم و این قسم مورد شفقت و ترحم و مهربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار می گرفتیم. خداوند برای ما توفیق بده تا این چنین برخورده با ایتام در زندگی خود داشته باشه و بهترین وجه با ایتام برخورد بکنه و اونار مورد شفقت و ترحم خود قرار بده.